تکثیر این گیاه خیلی راحته و هیچ کاری نداره. فقط کافیه یک قسمتش رو انتخاب کنیم و جدا کنیم. سلام، من رو پذیرا باشین با آخرین ویدیوی آموزشی سال 1400 که تعلق میگیره به سروپژیا جان. بچه ها، اگر که خیلی در نگهداری گل و گیاه وارد نیستین اما دلتون یه گل خیلی خوشگل میخواد، پیشنهاد من بهتون سروپژیا هست که نگهداری فوق‌العاده راحتی داره. اما چطوری توی خونه نگهداری کنیم ازش؟ اولین نکته‌ای که همیشه بهتون میگم نور هست. باید بگذارینش یک جایی با نور غیر مستقیم اما خوب. آفتاب نخوره که آفتاب خرابش میکنه. پس نور خیلی خوبی داشته باشه محیطش، ولی غیر مستقیم باشه. این از نورش. سروپژیا آفت نمیگیره. دیگه چی باید باشه یا شرط نگهداری چقدر بد باشه که مثلا یه آفتی مثل شته یا شپشک بگیره. اما خیلی مستعد پوسیدگی ریشه هست. تنها مشکلی که ممکنه توی خونه براش به وجود بیاد که اگر آبیاری درست و خاک درستی براش استفاده کنین، این مشکل هم به وجود نمیاد. برای آبیاری دقت کنین که خاکش حتما خشک بشه، حداقل 2/3 خاک خشک بشه، بعد آبیاری مجدد رو انجام بدین. به هیچ عنوان توی زیر گلدونش آب نمونه که ته گلدون با آب در تماس نباشه و خدای نکرده ریشه هاش دچار مشکل نشن. اما خاکی که میتونیم برای سروپژیا استفاده کنیم، پیشنهاد من بهتون ترکیبی از کوکوپیت، پلیت، ماستر و کمی ورمی کمپوست هست. ببینید خاکش باید بافت سبک و متخلخلی داشته باشه که آب رو به راحتی از خودش عبور بده، در این حال آب کافی هم برای تأمین نیاز گیاه داخلش بمونه. خب پس این گزینه خیلی گزینه خوبیه، اما اگر نخواستین این رو استفاده کنیم، میتونیم ترکیبی از خاک نیمه سنگین به اضافه باز کمی کوکوپیت و پلیت استفاده کنیم که بافتش سبک بشه. این هم گزینه خوبیه. خیلی گیاه لوسی نیست، فقط خاک روسی، خاکی که خیلی به هم به چسب سنگین باشه، اینو براش استفاده نکنین به هیچ عنوان. در دمای اتاق خیلی خوب میمونه، دمای بین 18 تا 25 درجه سانتیگراد. به هیچ عنوان جای خیلی سرد یا جای گرم نگذارینش که دوست نداره و شاید اون رشد خیلی خوب و شادابیش رو از دست بده. برای کوددهی، کوددهیش رو از اوایل بهار شروع کنین تا اوایل پاییز. بهتر زمستون رو بهش کود ندین، نیازی نداره. در فصل رشد کوددهی براش انجام میشه. کود کامل خیلی گزینه خوبیه برای این گل. 20 روز یک بار میتونین براش استفاده کنین کود کامل رو. هیومیک اسید چند ماه یک بار میتونین براش استفاده کنین، نه تنها برای سروپژیا، برای همه گیاهانتون که خیلی مفیده و به رشدشون کمک میکنه. اما بریم سراغ تکثیر این گل خوشگل. تکثیر این گیاه خیلی راحته و هیچ کاری نداره. فقط کافیه یک قسمتش رو انتخاب کنیم و جدا کنیم. بهتر قسمتی رو انتخاب کنیم که این حالتهای گره گره مانند رو بیشتر داشته باشه که در تکثیر بیشتر بهمون کمک میکنه. خب من این قسمت رو جدا میکنم و حالا بهتون میگم این رو چی کارش کنیم. خب این قسمتیه که من جدا کردم. ببینین حالت گره هایی رو که داره گیاه، این رو میتونیم بچه ها یا به صورت مستقیم، اگر خاکتون ترکیبی از کوکوپیت، پلیت و ماسه هست، مستقیم بگذارینش داخل خاک، یکم فرو کنیم داخل خاک و گیاهتون اگر به آبیاریش حواستون باشه شروع به رشد میکنه، مشکلی براش به وجود نمیاد. ولی اگر میخوایم خیالمون راحت بشه چی کار میکنیم؟ میایم این رو به قطعات کوچیکتر تقسیم میکنیم که راحت تر باشه گذاشتن داخل آب. به این شکل ببینیم، از بالای هر گره، از بالای هر برگ کوتاه میکنیم که اون قسمت پایین ساقه بلندتری داشته باشه، راحت بتونیم داخل آب بگذاریم. دوباره از بالای این گره جدا میکنیم. حالا چون دوتا گره است و خیلی نزدیک به همه، من دوتاشو میذارم با هم باشه. بعدی رو اینجوری جدا میکنیم.
به این شکل. حالا میایم این رو چی کار میکنیم؟ یک لیوانی رو آب میکنیم، یک نایلون میکشیم درش و یک سوراخ‌هایی بهش میزنیم. سوراخ‌ها رو که زدیم، این رو به این شکل تکه هایی رو که بریدیم میذاریم داخل آب. بهتر یک کوچولو گره هم فرو بره داخل پلاستیک که رطوبتش تامین بشه. من این چند تا رو حدود یک هفته و نیم پیش قلمه زدم. حالا میخوام نایلونش رو بردارم با هم ببینیم که چی شدن. ببینین این برگ کوچولوها رو اینا رو تازه زده. خب ببینین قشنگ ریشه داده و داره رشد میکنه. من اجازه میدم این ریشه ها بین تقریبا 3 تا 7 سانتی متر بشه و بعد انتقالش میدم به خاک. که وقتی به خاک انتقال میدین، دوباره این رو ببینین، حدود یک ماه پیش من ریشه دار کردم، یعنی جدا شد از گیاه مادری و من ریشه دار کردم و گذاشتمش داخل خاک و از این قسمت تقریبا اینا رشد جدیدشه. امیدوارم که این گل رو توی خونه تهیه کنین، تکثیر کنین و لذتش رو ببرین. ممنون که در فضای مجازی با گل بوته همراه هستین. اگر هنوز این دکمه سابسکرایب رو نزدین بزنین که همراه همیشگی ما باشین و از آخرین ویدیوها مطلع بشین. باز هم ممنونم ازتون. اوقات خوشی داشته باشین و خدا نگهدار.